به نام خدا. سلام به همه عزیزان و ورزشکاران و علاقمندان به رشته جذاب کیک بوکسینگ. من محسن آهنی هستم، با یک جلسه دیگه در خدمتتون هستم. دوستان اگر حضور ذهن داشته باشین، چند جلسه قبل در مورد حرکت اسلیپ یا همون داک کردن با هم دیگه صحبت کردیم. حرکتی که نفر می ایسته رد میکنه ضربات مستقیم حریف رو. پس اینا قطعا انجام دادین. اگر یادتون باشه من گفتم به اندازه یک سر یا یک دستکش بوکس به سمت چپ یا به سمت راست از مسیر موش یا ضربه مستقیم حریف خارج میشی. الان این تمرین رو ما میخواییم انجام بدیم. شما هم اگر که دوست یا عزیز در کنارتون هستن که تمرین میکنن یا علاقه من هستن میرشته بیستن با همدیگه تمرین رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب دوستان دقت بکنید. وقتی که حریف ضربه مستقیمش رو میزنه نفر مقابلش از مسیر مشتش خارج میشه. حالا میتونه یا به سمت راست خارج بشه یا به سمت چپ خودش. ببینید ولی ضربه مستقیم و ضربه چپ یا همون ضربه جب وقتی که نفر ضربه میزنه، شما بزن ضربه تو امیر، وقتی که نفر خارج شد از مسیرش به سمت مخالف میره. چرا؟ چون اگر که سمت مخالف بره حریف نمیتونه دستشو برگردونه، این حالت برگردونه که بخواد ضربه به حریفش بزنه. ولی اگر امید بیاد به سمت چپش، امیر میتونه ضربه چپش این حالت بزنه به صورت حریف، ولی عکسش مطمئنه از مفصل آرنج نمیتونه دستشو بشکنه. پس اصول اینه میگه که سعی بکنی ضربه مستقیمی که حریف میزنه نفر مقابلش به سمت خارج به سمت خلاف اون جهت دستش داک بکنه یا اسلیپ بکنه خارج بشه. جمع کن دستتو دوباره بزن آروم. حالا این دلیلش چیه؟ امیر ضربه چپ میزنه، امید از مسیر خارج میشه، توی برگشت امید میتونه ضد حمله هوک راست بزنه به صورت حریف، یا آپرکات بزنه یا آپرکات توی دندش. دوباره امیر ضربه چپ بزن، آپرکات توی دنده. این دلیلش اینه که نفر میتونه از سمت مخالفش خارج بشه و تکنیکایی که تمرینش کرده به عنوان شگرد، به عنوان ضد حمله در مبارزه یا فایت واقعی بتونه استفاده بکنه. وگرنه من همیشه گفتم توی مبارزات واقعی، تو مسابقات، نفر یک ضربه هم که بتونه داک بکنه یا اسلیپ بکنه از مسیرش خارج بشه، چه چپ باشه چه راست، مهم اینه که اون مشت نخوره. اگر اون مشت نخوره مطمئنا حریفش در معرض خطر قرار میگیره و میتونه نفر مقابل ازش استفاده بکنه. حالا ضربه راست، امیر ضربه راست آروم. بله، یکی یکی جواب بدید به هم. شما همینطور انجام بدید. دوستان این ضربات رو انجام بدید. شما میتونید با همدیگه دستکش بوکس دست بکنید، حتما لسه بذارید و به آرومی تمرین بکنید. با آهستگی میتونید تمرین بکنید تکنیک رو برای دیدتون قوی تر بشه. به آرومی تمرین بکنید، یواش یواش میتونید سرعتش رو ببرید بالا. فقط اینو من بگم از لحاظ اینکه نفر آسیب نبینه، حتما لسه رو محافظ دندان و لسه ها رو حتما استفاده بکنید و اینکه بینیتون رو با کف دست میتونید ماساژ بدید، نرم کنید، گوشاتون رو کار بکنید، نرم کنید اون کسایی که مراحل بیشتر و بالاتر میخوان کار بکنن برای این تمرین. خوبه بچه؟ خب دوستان یه تمرینه ای که برای تمرین اسلیپ، زمانی که هر دو نفر دستکش دارید روبروی همدیگه، حریف مقابل ضربه چپ میزنه، حریف روبروش داک میکنه یا همون اسلیپ ضربه راست میزنه. امیر بزن شما. آرومتر یه لحظه مکس کنید. ببینید حریف ضربه چپشو که میزنه، امید از مسیر مش خارج میشه به سمت راست و زمانی که نفر داره ضربه دستشو جمع میکنه حریف مقابلش ضربه راست میزنه. انجام بده آروم. آرومتر برید. از مسیر مش خارج میشه. شما بچه ها همطور انجام بدید. یه تکنیک بسیار کاربردی که در مبارزات بوکس و کیک بوکسینگ استفاده میشه. اینو سعی کنید دوستان تمرینش بکنید. روبروی همدیگه با دوستتون وقت بگذارید. روبروی همدیگه کسانی که میخوان بهترشن و کار کنن اینو تمرین بکنن. دوستان یه حرکت دیگه. حریف مقابل، حریف
ضربه راست میزنه، امیر راست مستقیم میشه، میزنه، امید از مسیرش خارج میشه به سمت چپ و از ضربه چپش رو میزنه. شما راست بزن آروم. این هم یه تمرین دیگه که حریفتون که روبرتون ایستاده ضربه راسته که میزنه نفر مقابل، یعنی شما به سمت چپ خارج میشید، تغییر مسیر میدین و با یک ضربه چپ بلا فاصله بعد از ضربه راست حریف میتونی این تکنیک کاربردی رو روش پیاده بکنی. منتها همش من بهتون بگم عزیزان که این مستلزم تمرین زیاده، انجام بدید بچه ها. باید اونقدر تکرار بکنید، اول لطفاً به آهستگی آروم این تمرین رو انجام بدید و با تسلط بیشتر میتونید تکرار رو بیشتری انجام بدید و اون سطح اعتماد به نفستون بره بالاتر و یواشاش میتونید سرعت بیشتری کار بکنید و اون عکس العملتون بره بالاتر. خب دوستان، لوکیک داخل حضور ذهن‌ترین، من یه توضیح هم باز در مورد لوکیک داخل و لوکیک خارج بدم. ببینید لوکیک داخل گفتم این قسمت پا ضربه میخوره، عضله اشکی پا رو ضربه میزنید، یعنی من وقتی ایستادم با حریفم دارم کار میکنم از همینجا با روی پا من ضربه میزنم. ببینید با روی پا من ضربه رو میزنم و تکنیک های بعدی ما میتونم پیاده بکنم. پس زمانی که میخواین لوکیک داخل به حریف بزنید اون بستگی به فاصله داره. یه موقع است من فاصلم دوره با حریفم، دارم ضربه جب میزنم، دارم کار میکنم، از فاصله دور با لوکیک داخل پای حریف رو میزنم قسمت داخل. مواظب باشین پا رو این حالت نزنین که خطا نخوره. پس اگر روبروی همدیگه میستین میخواین تمرین بکنید این حرکاتی که من بهتون، تکنیک هایی که دارم بهتون آموزش میدم، سعی کنید به آرومی و درست انجام بدید. لوکیک داخل فاصلتون رو حفظ کنید، با روی پا ضربه رو بزنید. روی پا، حالا من راست مستقیم میزنم و حریف داک میکنه که هم تمرین اسلیپ یا همون داک کردن انجام بدیم، هم لوکیک. من لوکیک داخل میزنم، راست مستقیم، حریف از مسیر خارج میشه، ضربه‌مو برمیگردونم، باز دوباره حریف ضربه رو میزنه، شما بزن، لوکیک راست، من اسلیپ انجام میدم، دوباره من حرکت رو میزنم، یک، پا میاد روی زمین، دو، شما بزن، یک، دو. سعی کنید همزمان دارید اسلیپ انجام میدین صورتتون نچرخه به جهت دیگه. تو همه جهاتی که دارین کار میکنین از مسیر مش خارج میشین، دیدتون به حریف باشه، یعنی من دارم با شما کار میکنم دیدم به شما باشه، به حریف باشه. این نباشه که با اسلیپ کردن من سرم بره به سمت چپم یا بره به سمت راست. دقیقا باید در زاویه‌ای که من کار میکنم دیدم به حریف باشه که بتونم پیشبینی بکنم یا اگر ضربه میزنه من بتونم دفاعش بکنم. چند بار دیگه با من لطفا انجام بدین، شما هم با حریف تمرینتون. من اول لوکیک رو میزنم، راست، شما برو، خوبه. حالا دوستان لوکیک پای راست، پای عقب. پای عقب زمانی که من دارم کار میکنم گفتم دست چپ پای راست یا دست راست پای راست که هر دوتا رو میشه کار کرد. مهم اینه که تمرینش بکنین، تسلط پیدا بکنین. اگر دست راست من بخوام ضربه بزنم از همینجا ضربه راست من میزنم، حریف لوکیکم میخوره، یعنی دست و پای موافق میشد، راست لوکیک، دقت بکنید، یک، دو، که توی سرعت زدن من این ضربه رو میزنم و لوکیک پای راست میاد میخوره به حریف. این دست و پای موافق بود، دست و پای مخالفم که ضربه چپ یا همون دست جلو، از همینجا که میزنی میتونید ضربه لوکیکتون رو با چرخش و گشتاور بسیار عالی بزنید که خیلی هم سنگین میخوره به حریفتون. ایستادین دارین کار میکنی، چپ، لوکیک، پای راست بزن، شما امید،
حتما دوستان فراموش نکنین که چرخش پای ستون انجام بشه. خب یکی از دلایلی که میگفتم زمانی که دارین لوکیک ببینید، الان دارم با یه حریف تمرینی روبرتون کار انجام میدم، تمرینات انجام میدم که بهتر متوجه بشین گفته های جلسات قبلیمون رو. زمانی که حریف لوکیک میزنه، من اگر یادتون باشه چندین بار گفتم کسی که لوکیک میزنه گاردش باز نباشه. دلیلش چیه؟ که گفتم ممکنه حریف ضربه مستقیم بزنه. شما الان لوکیک بزن دستت رها بشه. ببینید حالا دستم باز میگیرم دوباره. اگر حریف روبروتون یه فایتر کاربلد باشه میتونه یه ضد حمله بسیار سنگین بزنه که حتی میتونه منجر به ضربه فنی نفر بشه یا اون ناکوت بشه. ببینید دوباره من ایستادم، بزن شما لوکیکو. چون اصولا حریفایی که لوکیکو میخوان بزنن دستاشون رو باز میکنن، دیگه فقط فکر اینن که ضربهشون رو به حریف بزنن، پیش بینی نمی کنن ممکنه ضربه‌ای که بزنن یه ضد حمله بخورن و غافل گیر بشن. من الان لوکیک میزنم، امید به من ضد حمله همون راست میزن. من وایستادم دارم باش کار میکنم. ببینی من دستمو گرفتم که ضربه رو بزنم، این صورت من. دوباره یه ذره ضربات قوی تر بزن حین لوکیک من. توجه بکنید دوستان، فکر کنید دست من نباشه دیگه، برو پس تصور رو بکنید تو این حالت من این ضربه رو بخورم چه اتفاقی برام میفته. گفتم اون کسانی که باز بهتر میخوان یه سری مسابقات کیک بوکس رو حتما برم ببینن. البته ضربات مختلفی پیش میاد که نفرات آسیب ببینن یا ضربه فنی بشن، ولی در صورت این ضد حمله هم بسیار کاربردیه و تکرار میشه، باید تمرینش کرد. خب دوستان یک حرکت دیگه من بهتون بگم، ترکیب دست و پا و لوکیک پای جلو. چون اینا رو باتون کار کردم الان با حریف تمرینی بهتون میگم که باز بهتر براتون تفهیم بشه. ضربه چپ راست لوکیک پای جلو. من ضربه چپ و راستمو میزنم که گفتم چرخش بدن و شونه کامل باشه، حین برگشت دست راست از همینجا لوکیک پای جلو رو من میزنم. دقت بکنید، چپ راست لوکیک پای جلو. برو شما. حالا این موردی هم که من بهتون میگم، یه موقع از گفتم فاصله دور با حریفم کار میکنم، فاصله دورتر باشه با روی پام ضربه میزنم، فاصله نزدیکتر باشه با ساق پام ضربه میزنم. اون دیگه بسته به فاصله است که فاصله نزدیک اگر نفر کار میکنه با ساق پاش ضربه رو بزنه بسیار سنگین تر میشه. حالا همون لوکیکو من اگر قرار باشه بزنم به گاردمون که میستیم، این چپ راست لوکیک از فاصله دور، یه موقع از فاصله نزدیکتر، یعنی من میرم تو با چپ راست قوی از همینجا با ساق پا میزنی. ببینید با ساق پا که بسیار سنگین تر. حتی این تو ترکیب هست، چون معمولا با ضربات چپ راست ضربات مستقیم مال فاصله دورتره، من فاصله نزدیکتر یکم بجلوتر، فاصله نزدیکتر. حالا ترکیب ها رو هنوز من براتون نگفتم، هوک اپرکات، ترکیب های جنگ های نزدیک که مثلا من دارم از اینجا آفرکات، هوک، هوک، هوک دارم کار میکنم، از اینجا مثلا ضربه لوکیک با ساق پا میزنم. این مستلزم اینه که فاصله نزدیک باشه نه اینکه فاصله دور باشه. خب شما فاصله نزدیک بزن لوکیک داخل، برو انجام بده. دقت بکنی کجای ساق پاش میخوره، دوباره بزن نگه دار ساق پا تو. ببینید با ساق پا داخل پای من، دوباره بزن نگه دار. قوی تر بزنه پای من خم میشه، یا گفتن حتی ممکنه پام سر بخوره حریف بتونه ضربه بعدش رو بزنه. انجام بده. خب حالا یکم فاصله رو حفظ کن امید. وقتی داری میزنی لوکیکو بزن
دقت بکنید، چون اتفاقات پیش اومده، هم خودم کار کردم، شاگردام کار کردن تو مسابقات، حریفای مختلف که حریف چپ راست لوکیک زده، پای حریف باز شده، تعادلش به هم خورده، عین اینکه لوکیک پای جلو زده، راست مستقیمش هم زده صورت حریف. شما هم نه انجام بده. چپ راست لوکیک راست توی صورت حریف. پس اینا همش باید سلسله وار تمرین بشه دوستان که بتونید موفق بشید و یک فایتر، یه کیک بوکسر بسیار خوب و خوش استایل بشید. خب دوستان، یک تمرین دیگه که میتونید با همدیگه انجام بدید، با حریف تمرینیتون، دوستتون، برادرتون، بیسین روبرو همدیگه انجام بدید، همون ضربه مستقیمی که گفتم، چپ راست حریف میزنه، نفر مقابل همون تکنیک اسلیپ یا داک کردن رو انجام ده که از مسیر مشتاق خارج میشه. ترکیب چپ راست و لوکیک، یعنی شما هم دارید ضربه اسلیپ رو داک میکنید، انجامش میدید، تمرینش میکنید و هم تمرین تکنیک لوکیک داخل رو انجام میدید. الان با هم دیگه انجام میدن. دقت بکنید، شما چپ راست میزنید، چپ راست لوکیک، شما اسلیپ میکنید، آروم، خیلی آروم با تکنیک. پنج تا پنج تا انجام بدید که قاطی نشه، اشتباه نکنید. دقت کنید چپ راستی که دارید میزنید، چرخش کمر، چرخش شونه ها، حرکت شونه ها فراموش نشه و لوکیک داخلی هم که میزنید دقیقا داخل ران حریف ها بزنید، بالا نره، خطا نخوره، مفصل زانو رو سعی کنید نزنید. خوبه؟ شما انجام بده امیر. آروم‌تر سعی کنید زمانی که دارین تمرین میکنید، تکنیکا تمرینش میکنید، به همدیگه محکم ضربه نزنید. تدریجی بدنتون قوی میشه با همین تکنیک ها. خب حالا شما بزن چپ راست لوکیک پای جلو، سعی کنید با آرومی برید. سعی کنید گاردتون حین ضربه زدن نیفته، چرخش پا را داشته باشین. انگام لوکیک زدن زانوتون هم زیاد دوستان نیاد بالا و از لگنتون کمک بگیرید. خوبه. حرکت بعدی شما چپ راست لوکیک پای راست میزنید، یعنی چپ راست لوکیک پای عقب. یکم فاصله رو بیشتر کنید که از فاصله دور باشه. چپ راست، نفر مقابلم سعی کنه حرکت اسلیپ رو انجام بده. شروع کن. دقت کنید به پای ستون، چرخش، حرکت دست ها که حین ضربه گارد نیفته. و هماهنگی دست راست و پای راست. آرومتر آرومتر بزنید که بهتر ببینن و متوجه بشن دوستانم. چپ راست لوکی. شما انجام بده. لوکی پای راست. چرخش لگن بیشتر باشه. آرومتر، فعلا نمیخوام سنگین کار کنید. خسته نباشید دوستان. دیدید که این تمرینات رو میشه انجامش داد و باز هم بحث اون تکرار صحیحه که اگر تکرار صحیح رو بتونید انجام بدید و حتی پشت سر هم، میتونید که روی اون فیزیک بدنتون بهتر کار کنید. یعنی یه جورایی میشه گفت تمرینات حوازی هم میتونه انجام بده وقتی شما این حرکات رو پشت سر هم مستمر، البته به آرومی، چون اگه قرار شه سرعتی قدرتی انجام بدین بدنتون لاکتیکی میشه، از لاکتیک بدن عضلاتتون ترشح میکنه، یه مقدار خسته میشه. ولی اگر به آرومی و با هماهنگی اون حریف تمرینیتون کار کنید، تکرار کنید، هم این که این تکنیک ها را یاد میگیرید، هم روی عضلات میانی بدنتون کار میشه و رو سیستم قلب و عروقتون کار میشه و یک ورزش حوازی هم حینش دارید انجام میدید. حالا باز عزیزانی که میخوان بهتر بشن، بهتر کار بکنن، این حالت هایی که من میگم، حالا اون بستگی به آمادگی جسمانی شما داره که چقدر بخواید کار کنید یا تدریجی بخواید افزایشش بدید. میتونید مثلا روبروی همدیگه کار میکنید، مثلا چپ راست لوکیک پای جلو 10 تا 10 تا یا یکی در میون ضربات رو بزنید، با هماهنگی هم انجام بدید که هم دیدتون قوی بشه، هم چرخشاتون درست بشه. دو تا دهتایی که زدید مثلا
5 تا شنا برید یا مثلا 10 تا شنا، اون دیگه به شما بستگی داره که میتونید تدریجی اضافهش کنید. 10 تا شنا برید، 10 تا شکم برید، 10 تا حرکت بریج برید برای عضلات فیل، 10 تا حرکت اسکات برید برای عضلات پاهاتون. این سیکل رو میتونید تا 3 راند 4 راند انجامش بدید و ادامهش بدید، تا اینکه مثلا یک تایم 20 دقیقه تا 1 ساعت وقت بگذارید تمرین بکنید که اون آمادگی جسمانی و رو عضلاتتون هم کار بشه، ضمن اینکه تکنیکتون هم دارین کار میکنید و گام به گام دارید با من پیش میرید. پس سعی کنید دوستان عقب نمونید از جلسات تمرینمون، تمرین بکنید، تکرار بکنید. جلسه امروزمون تموم شد، تمرین رو سعی کنید با دقت ببینید، تکرارش بکنید و تا جلسه بعدی من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. محسن آنی هستم، از طریق اینستاگرام میتونید با هم در ارتباط باشیم و از نظراتتون استفاده میکنم. خدا نگهدار.